آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو خواهیم کرد. آقای مشیری عزیز، شب شما خوش. دوستدار شما، خسته نباشه قربان، حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم. آقای مهندس چه خبر؟ چه سفر؟ یه دفعه ما رو ببریم با خودتون. احتیاج داریم. والا از این شبه خدمت شما که اشاره فرمودی به سفر، روز 29 از ماه همین اپریل که میشه بعد روز یک شنبه همین ماه، روز 29 در شمال کالیفرنیا خواهیم بود. بخش زبان فارسی کتابخانه های ساکرامنتو دعوت کردن که بنده خدمتشون باشم در فرض کنم که شهر کارمایکل، و البته ورود آزاد و رایگان هست برای هموطنان. بفرمایید آدرس رو خدمت هموطنان. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، زمان و مکان ساعت 5 بعد از ظهر یک شنبه 29 آوریل. موضوع سخن نقش روشنفکر در تاریخ گذشته ایران. کارمایکل پابلیک لایبرری بیتوین گارفیلد اونیو اند فیر اوکس بولوارد. آدرس هست 5605 مارکونی اونیو، کارمایکل، کالیفرنیا 95608. به یک تلفنی هم البته هست که تلفن تماسه؟ برای تلفن تماس میگیم، هموطن علاقه هم میتوانم برای کسب اطلاع برای تلفن سرزمین جاوید 818-145-06-07 تلفن بکنن و دوست عزیزم سهراب میتونه اطلاع دفترشون بگذاره، اطلاعات لازم اگر که علاقه من باشه. سرزمین جاوید ایران؟ بله، سرزمین جاوید. بله بله. خب آقای مهندس جانب بابا، یک خبری خوندم از روزنامه روز درباره احمدی نژاد. عجب. یه دو سه نکته داره جناب عالی درباره ارزیابی بفرمایید. خواهش میکنم. میگوید که محمود احمدی نژاد که در جریان سفر به فارس و افتتاح سد سیبند با مخالفت کارشناسان بسیاری روبرو شده، در تازه ترین سخنان خود با اشاره به اینکه تئوری‌های مادی به بن‌بست رسیده گفت اگر در کشوری راجع به دموکراسی حرف بزنیم مردم حالت تهوع می‌گیرند. رئیس جمهوری که به دنبال تیره شدن روابط دولت با علمای بزرگ چندیست ترمیم این روابط را موضوع توجه خود قرار داده، منظورش به چه همت و این روزها سعی دارد وزیر آموزش و پرورش را که مورد انتقاد علما بوده از استیضاح نجات بدهد، در جمع علما و روحانیون استان فارس با تاکید بر اینکه درس‌خوانده‌های آمریکا و انگلیس به درد می‌خورند، از مدرسان مدارس علمی خاص که دولت را در حل مشکلات فراوان در حوزه مادی یاری دهند. توجه های منده در حوزه مادی رو بنده کاملا متوجه نمیشم. یعنی در حوزه اخروی نه، بعد از سیستم‌های مادی با شکست روبرو شدن، بعد میگوید که در حوزه مادی مدد بکنن. بعد بفرمایید. بعد عرض کنم که میگوید که احمدی نژاد برای جلب توجه بیشتر حضار به کمک‌های دولت به مراکز دینی اشاره کرد و قول داد که باز هم کمک با آنها را بیشتر کنند. احمدی نژاد در این دیدار با بیان اینکه دنیا خلق شده تا یک اتفاق مهم بیفتد، گفت ما باید به سمت سعادت حرکت کنیم، در غیر این صورت همه زحمات به هدر می‌رود. باید روزی بیاید که انسان کامل یعنی امام زمان بشر را به نقطه کمال برساند. هیچ کس نمی‌تواند انسان را به نقطه حقیقی سعادت برساند مگر امام معصوم. و اضافه کرد مطمئنن بر اساس مادیگرایی نمیتوانیم به نقطه کمال و سعادت حقیقی نزدیک شویم. ما مشکلات فراوانی به خصوص در حوزه مادی داریم، اما در خونده های آمریکا و انگلیس دوای درد ما نیستن. نمیتوان جز مبتنی بر احکام اسلامی حرکت و نوری را مشاهده کرد. من رسما در اینجا علما و مدارس علمیه دعوت میکنم
که در این باره تحقیق کنند و دولت از اندیشه ها و الگوهای آنها در این زمینه استفاده می کند. ما باید نظام تربیتی مخصوص خود را داشته باشیم. دولت با همه ابعاد و توان عقیده دارد و تلاش می کند که فضای مدیریت این کشور را به سمت الگوی اسلامی پیش ببرد. اکنون دوران تئوری های غربی گذشته است. بله، عرض می شود که شما همواره این مطالب رو که در شبه برنامه می خونین آقای موری در شبه که بنده چون طلبه تاریخ هستم، اینها قضایای تاریخی به نظرم می رسه. به بستر تاریخ می برین؟ بله بله، ببینید عرض شود که یک زمانی، حالا چند مطلب رو عرض کنم. مثلا مهمی که بنده کرارن بهش اشاره کردم و باز اشاره خواهم کرد به واسطه اهمیتی که داره، حالا مثلا بگی فرمودی در ذهن بنده هست، اجازه فرمایید توضیح بدم برمیگردم سر صحبت آقا. همین شود که یک حکومت دستیت به نام حکومت اسلامی و وقتی به روزگار علی رسید، از شود که این حضرت علی علیه السلام کرمان داغوشه، ایشون اولین ولی فقیه تاریخ بودن، قرآنشون رو برداشته بودن، میخواستن با این دستورات مسلمین رو اداره بکنن، اما عرب پیشرفت کرده بودند، زندگی مادی و وضعیت معیشتی عرب به واسطه فتوحات دگرگون شده بود، دیگر روزگار رسول نبود، اون گداخانه‌ای که در مدینه بود، اما ایشان میخواست به همون شیوه گداخانه معذرت میخوام عرض بکنم اداره بکنه. این است که سبب شورش شد و سبب جنگ داخلی و خون 100,000 مسلمان بر گردن این مرد هست. به جهتی به لحاظ سیاسی بسیار بسیار نادان بود و نمیفهمید. آره، این را عرض میکنم که بعد بگریم صحبت آقا. و سر جنگ شد و اشراف عرب حکومت رو به دست گرفتن، این فسادها را از بین بردند و معاویه توانست اسلام رو نجات بدهد. در حقیقت که میزن حسین اسلام رو نجات داد، این معاویه بود از اسلام رو از شر حکومت از نادان و گمراه علی سر ابو طالب نجات داده. و هر شبت که قاتل او ابن ملجم وقتی که ضربت داده به سر او، صدا شده بود چرا این کاری کردی؟ گفت که جهان را از شر تو خلاص کنم و خونهای به ناحق ریختی. و بعد هر شبت که این خاندان اشراف عرب که هرگز به اسلام علاقه نداشتند و عرض میکنم عاشق این جهان بودند و هنوز هستند و به شیوه همون روزگار امروز هم زندگی میکنند، حکومت رو به دست گرفتند و کاملا بیرون از حوزه دین توانستن امپراتوری بسازن و حکومت بعدی که آمد همین سیاست رو دنبال کرد که به بنی عباس باشن و این حکومت اسلام رو به اوج قدرت و عظمت رساندن و ایجاد مدنیت کردن بیرون از حوزه قرآن و دین. کسی که شبهای شرابش و جلسات موسیقی او مشهور بود مثل مأمون و پدرش هارون، اینها توانستن به طور سکولار بدون در نظر گرفتن این مسائل اسلامی و قرآن عرض کنم مدنیتی به وجود بیاورن که یکی از مدنیت‌های درخشانه، یعنی از طریق ساختن دارالفکره ها، ترجمه های آثار ایرانی و یونانی و بیزانسی و هندی و اینها سبب پیدایش علوم مختلفه شدن، فلسفه به وجود آمد، ریاضیات، هندسه، نجوم و همه اینها. این که آخوندها باز و غبغب میاندازن آدم های خرفی مثل خمینی که میگویند علمای بزرگ اسلام یا تمدن اسلامی، که اساسا این واژه کاملا بی‌معنی و چیزی به نام تمدن اسلامی وجود ندارد، هر سبب که بدون جهت بود که اینها نمیتوانستند و نمیشد که به راه اسلام رفت و اون قوانین رو اجرا کرد، چون بسیار پیشرفت کرده و طرف و عرض میشود که به اون قدرت رسیدن. حالا بنده بقیه ماجرا کاری ندارم که حالا بعد چه شد و مغول ها آمدن، اینها بمانند و دیگر حکومت در دست اینها نبود، در اینها تا میرسه نبود. و در دوری کریم خان زند باز یک واقعه اتفاق افتاد که ذکر اون خارج از لطفی نیست. آقای مهیبان این که وقتی که از سبب که دوره نادر به سر آمد، مردم بسیار خسته شده بودند از این کشت و کشتارها و جنگهای مداوم نادرشاه، گفتن که ما کسی از نژاد صفوی میخواهیم. به جهت اینکه خاطره خوشی داشتن شخصیت های بزرگی مثل شاه عباس کبیر، اقتصاد کشور رو حل کنن که ترقی داده بود، وضعیت سیاست خارجی رو ایران رو به صورت امپراتوری بزرگ درآورده بود بعد از ساسانی، و مردم بسیار دوست میذاشتن
تا حدی که بعدها قاجارها هم به دروغ و جعل مدعی شدن که ما هم صفوی هستیم. بماند باری کریم خان آمده بود، مرد شجاع شمشیر زن، مرد بسیر و بزرگوار کریم خان. اینا گفتن خیر، ما شخصی میخواییم از خانواده صفوی و هر دیگرشتن پیدا نمیکنم. بالاخره گفتن یک دوارفروشی در بازار اصفهان هست، آمیز ابو سراب اسم این آقا بود و ما میاریم اینو شاه میکنیم. به جهت اینکه از تبار صفوی، این هم یک مردک آخون صفت خشک مقدسی بود، دفتر میفروخت و اینها دوارفروشی میکرد در بازار اصفهان. از همون رنگ پریده های کنج حجره نشسته بود که یک مرتبه دید بله غلامان آمدند و تعظیم کردند و تعجب کرده بود که چه خبر است. به قول نمتن از اصفهانی گفتن آقا شما شاه هستیم، اینها آقا رو بردن. این حقیقت تاریخی دارم بودی عرض کنم. هر می شود که این آقا رو بردن به حمام و لباس عرض کنم که پادشاهی به تن این کردن و در همین موقع هست که عرض شود که سر مرد ایران در منطقه کردستان، اون استرابادی معروف نویسنده عرض کنم، اون که دوره نادری و غیره و اینها، اون هم رفته بود برای خود یک جعلی کرده بود و یک شخصیت فاسد رو پیدا کرده بود که بله این شاهزاده صفوی و 20,000 نفر هم به خود همراه کرده بود خوانی کردستان و اینها. کریم خان دید که اگر که زود نجنبه کار خراب میشه، این آقا رو به تخت نشاند و سپاهی برداشت حرکت کرد به سمت مرزها. اون آقا هم مثل همینا بود از سبب که اون هم آمد که حکومت اسلام برپا بکند و عدل علی اولین دستور این بود که هیچ که حق نداره روزای چهارشنبه ریش به تراشه و هر سبب که سلمانی ها رفتار بیکار کرد و در اون روزگار به خاطر همون اقدامات از سبب که شاه عباس اینها بازارهای اصفهان تا دو بلوشه باز بودن، هر سبب که بیگانگان می آمدن اروپایی ها برای خرید و وضع کسب و کار بسیار خوب بود. ایشون دستور دادن هیچ که حق نداره بعد از ساعت 9 و 8 ببخشید بازار باز باشه. گفتن چرا آقا؟ خب اینا به نماز شب نمی‌رسن. خلاصه یک مش دستورات آخوندی و هر سبب که مردم اصفهان روزهای جمعه می‌رفتن کنار زاینده رود با تاری و ضربی و اینها هم قدغن کرد و همین داستان‌های آخوندهای امروز در باب حجاب و این مزخرفات آخوندی و اینها مردم به عذاب اومدن و وقتی کریم خان بازگشت گفتن آقا این زندگی ما رو عرض کنم تأثیر کرده، این در برکت رو بر ما بسته، این چه کسی بود شما آوردی؟ گفت خود شما خواستید. باری کریم خان این آقا رو آورده و تبدیل کرده به یک زندانی در یک جایی و یک مقدمی هم براش معلوم کرد. اون که امروز میگذرد جناب موری همین داستان همون آمیز ابو تراب هست. اینها اینقدر هست که از نمیدونم 200 میلیون سال پیش مقداری نفت در زیر زمین های کشور پیش از این که اسلام عزیز بیاید و پیش از این که از اصلا انسان بر کره زمین ظاهر بشود، مقادیر این نفت قربان در اینجا جمع شده است که عرض کنم که امروز می فروشند و می خورند و شکر خدا می کنند که از سبب که کشیه هستن، یعنی مملکت بعد از 100 سال دوران مدرنیته و مملکتی که از سبب که 14 تا 18 سال پیش از اون که اولین پلی‌تکنیک به ژاپن داره وقت به ایران آمده، امروز 80% اقتصاد اون وابسته به همین نفت فروشی و این نفت رو هم می فروشند و عرض کنم که قرآن خانی می کنند و عرض کنم بخش از ثروت‌های بیچاره مردم رو که از همین نفت تأمین شود برای تروریست ها می فرستند، قبر مالک اشتر نخعی تعمیر می کنند، قبر عمار یاسر و هر عرب و موضعی اینها در هر جای جهان هست و مصلاها ها می سازند در ایران و جای دیگر و مشغولن به این کارها و از سوی دیگر میگن جهان مادی و زندگی مادی از کنم که ساقط شده است و به درد نمی خورد. بنده می خواهم از ایشون بپرسن که آقا شما 10 روز نفت نفروشید چه کار خواهید کرد؟ یعنی قحط و قلایی خواهد شد که حضر می کنند نصف مردم تنف خواهد شد. اینا مزخرفات و مهملات یک مرد عجیب و واقعا مریض هست. راستی آقای مشیری جانم، خبر رسیده که احمدی نژاد گفته که سطح سیوند آبگیری می شود. بله در مرزشت همین از نظر فرسوبر این آقا که حالا اساسا انتخاب این احمدی نژاد توسط این نوای رهبر یک نوع اهانتی بوده است به فرزانگان ایران، به تاریخ سیاست ایران و به تاریخ سیاسی ایران و به بزرگان گذشته و حال ایران.
یعنی اینکه آقا شما همین هستید و این لایق شما همین آدم است. این هم باز یک تقلید ناشیانه است از اون داستان قدیم که بنده بهش وارد نمیشم و عرض کنم که دیگر لازم نیست که حالا ما بگوییم که حالا آقای احمدی نژاد چه شخصیتی و چه چیزها گفته و چه چیزها خواهد گفت، اما تا اونجا که مربوط میشود به این داستان علما از سبب که در باب این واژه هم اجازه بدید من یک توضیح بدم خدمتتون. این که در روزگار قدیم که علمی نبود و مدرسه نبود و اینها، چند آخون که می آمدن می گفتن آقایون علما تشریف آوردن، اما ما ندانستیم علم این علما در چیست، یعنی کتاب هایی که این آقایان نوشتن از کلینی و شیخ طوسی گرفته تا آقای خمینی، ما بیاریم ببینیم که آقا علم اینها در چه چیزی بوده، چه فایده ای از اینها نصیب هیچ بشری شده، آیا همه علم اینها بر روی هم به لحاظ فایده و خدمت به بشر به اندازه یه قرص آسپرین ارزش داشته، یا به جهات هنری همه علم اینها به اندازه و کتابهاشون به اندازه یک رباعی خیام یا یک بیت مولانا یا یک بیت حافظ ارزش داشته؟ باری این هم از جریان تاریخ بودن که این آقایان بودن علما و علمای بزرگ. از این هم که بگذاریم، اون که مربوط است به سد سیوند و این آثار باستانی که در اونجا هست، یک مقاله بسیار مفصل و عالمانه بنده مدتها پیش در همین روزنامه های خود رژیم خواندم که یک شخصیتی که متخصص این فن بود به مسائل مربوط به زمین و خاک و آب و عرض میکنم موضوع مربوط به کشاورزی ها رو میشناخت، ایشان نوشته بودن که اساسا احداث سد در یک منطقه نیازمند مطالعات دقیق و عمیقی است نسبت به وضعیت قضیه، چه نوع گیاهانی در اونجا هستند، چه نوع گیاهانی ما از دست میدهیم، وضعیت منطقه چگونه است، آیا در اینجا آثار باستانی هست نیست و غذای دیگر. و تا اونجا که به این سطح سیون مربوط هست، خود رژیم مدعی است که این من از یک شخص مطلع شدم امروز که مهندسان رژیم که طرفداران آواندازی و این تمام کردن کار سرد سیوان هستن میگویند که مقبره کوروش کبیر به قدر 20 متر بالاتر از تاج سرد هست. تاج سرد هم منطقه است که بالاتر منطقه آب هست، اما متخصصین فن که به طور عرض میکنم جداگانه و به استقلال مطالعه کردن گفتن این مطالعات خطاست و مقبره کوروش کبیر 10 متر پایین تر هست از سرد سرد. و حالا چه باشد چه نباشد، اساسا با توجه به موادی که در ساختمان مقبره کوروش کبیر به کار رفته، وجود صد درجه و بخار آب و کشش آب و خیس شدن آب منطقه و عرض بکنم ساختمان، این سبب نابودی و عرض بکنم که این مقبره مرد بزرگ که میشود او رو پدر ایران نامید و شخصیتی نظیر او در تاریخ بسیار بسیار کم بوده و شاید کوروش منحصر به فرد هست با اون ذهنیت و با اون بصیرت و انسانیت که او بود و به بزرگی که او بود، و عرض میکنن که ملت ما و کشور ما عرض کنن که همواره مورد حمله بوده از روزگار اسکندر بگیرید تا روزگار عرض میکنن مغول عرب و غیره، احترام این مرد رو به جهاتی نگاه داشتن و این مقبره بر جای مونده. و امروز عرض کنم این مقبره که از حملات خونخاران ترک و مغول و غیره و اینا جان به در برده، عرض کنم که دارد به دست فارغ التحصیلان حقانی و فیضیه عرض میکنم از نیام میرود و این یک مقالطه بزرگی است که این آقایان میکنند و مردم ما بایستی حتما عکس العمل و مقاومت نشان بدهد در مقابل این تشکیلات این رژیم. ما میدانیم که این ذهنیت عرض میکنم که آخوندی اینها دشمنان ارزش‌های ایرانی پیش از عرب هستند و اساساً بر این هستند که جهان مدنیتی نداشته و در دریای ضلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام منور شده و هر چه هست پیش از اون بایستی از میان برود. و در کتاب‌های اینا عرض می‌کنم که نسل بعد از نسل ما اینا دیده‌ایم، متون اینها رو خوانده‌ایم. عرض می‌کنم بزرگترین اینها این آخوندها همون امام محمد غزالی است که عرض کنم نفی نوروز کرده است و غیره و ذالک تا برسیم به بقیه. این است که اینها به طور فستایشی به گمان بنده مشغول از میون برداشتن آثار تاریخی ایران هستند
و اگر شما دقت بفرمایید در دانشگاه ها و مراکز تحقیق اون که مربوط به ایران شناسی بوده تعطیل شده، بودجه های مربوط به ایران شناسی اینها قطع شده، به جهت اینها معتقدند اینها گبریات هست و کفر هست و زلالت هست و اینها. و این است که ما باید که هوشیار باشیم و بنده گمان میکنم در ادامه فرمایشات شما و اشاره به این مطالب عرض میکنم که اینها سعی بسیار کردن که نوروز رو هم بردارن و اگر یادتون باشه خمینی نهایت که به او فشار اومده بود جشن بهاره میگفت، واژه نوروز اینها از زبان او نمیآمد و بنده گمان میکنم اینها به هر صورت کم و کز ندارن از لحاظ این شخصیتهایی که اینها مد نظر دارن. اکثر یه اکثر چیزی رو ابداع اختراع میکنن چنان که برای فاطمه 20 روز تعطیل میکنن، هیچ بعید نیست که از کنن که این نوروز رو هم به بهانه یکی از اینها عزاداری کنن و تعطیل کنن به اینها. این است که ما در مقابل یک دشمن خانگی قرار داریم آقای مودی و مردم ها باید این مقاومتشون بدن و میدهن. به یک خبر خوب شنیدم که برابر آمارهایی که خود رژیم داده از کنم که تعداد کسانی که به تحمیل جمشید رفتن و مقبره فردوسی رفتن اینا بسیار بیشتر بودن از کسانی که قبر صابر الانمه علیه السلام رو زیارت کردن و این واقع اتفاقی نبوده. اینها می دانستن که اینجا چه جاییست، تمام کسانی که دانشی دارن و برای ایران دل می سوزانن مخالفت کردن با این کار و آخونده از دیگر می گوین ما باید که برای محرومین آب تریم. خیلی ممنون آقای مهندس. آقای مشیری عزیز، یک شنونده ای گفتن از شما بپرسم که تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم 55 میلیون بوده است یا 70 میلیون. ظاهرا ایشون با یکی بحث داشته، گفته از آقای مشیری بپرسم. عرض می‌کنم که حد متوسط کشتگان، چون وقتی این جنگ اتفاق میفته گروهی به عنوان ناپدید ما همواره داریم، آماری که بنده دیدم آقای مولی ارتشی و غیر ارتشی، یعنی نظامی و غیر نظامی، بر روی هم رقمی برابر 60 میلیون نفر گزارش شده که اینها جان خودشون رو در جنگ دوم از دست دادن. به عبارت دیگر جنگ دوم خونین ترین واقعه تاریخ انسان بود. 60 میلیون گزارش شده. آقای مشیری، ولی خیلی شگفت انگیزه که بزرگترین تمدن تاریخ بشر، که فکر میکنم همین تمدن تکنولوژی که قرب باشه، 60 میلیون کشته ظرفش 5 سال 6 ماه تو دست بشریت بود. خیلی عجیبه. نتیجه داره یک بیتی در اونجا اگر درست به حاله بیاورم میگوید پس از تیر و کمان توپ و مسلسل دیدم و گفتم تمدن هر که بالا شد بشر خونریزتر گردد. یعنی این مدنیت انسان و انسان اروپایی، یعنی جنایاتی که بروز و ظهور کرد در جنگ دوم و جنگ اول از قاره متمدن اروپا، جایی که عرض میکنم که رنسانس رو داشته است و انقلاب فرانسه داشته است و عرض میکنم حصر روشنگری و حصر تفکر و عرض میکنم پیدایش مادرنیته و دانشمندان بزرگ و کشف‌های شگفت‌انگیز، از جهت که دیدیم که در جنگ دوم چه تعصباتی بروز و ظهور کرد و چه عقاید خطرناکی و 60 میلیون و شگفت‌انگیز این که از این 60 میلیون 29 میلیون غریباً روسی هستن، یعنی 50% کشتگان جنگ دوم روسی بود در قربان. خیلی عجیبه، یعنی بر اثر رو در رویی با نیروهای ارتش آلمان کشته شدن، یعنی که بعد عرض می شود که دستور هیتلر در اون سخنرانی مشهور کمیساریا به قول معروف این بود که همه رو بکشن از زنده برن و طرح روزنبرگ و اینها این بود که مردم روسیه اون تعدادی که آلمان برای بردگی لازم دارد اینها رو بگیرن و بقیه رو گرسنگی از اینا ببرن با گرسنگی. و هر طرف که وقتی جنگ آغاز شد، البته میدانید که مردم روسیه موافق بودن به واسطه مشکلاتی که با سیستم استالینیستی داشتن و خیلی عرض میکنم که
خوشحال بودن به بسیاری از وطن پرستان اینا که همچین اتفاق افتاده است و این سیستم رو برمی‌دارن. خود هیتلر هم بر همین بود تشبیهی کرده بود هیتلر از وضعیت روسیه این است که این یک ساختمان پوشیده است، کافیست ما یک لگد محکم به چارچوب در بزنیم تا این ساختمان بر روز بر هم بریزه. و بعد متاسفانه دیوانگی های هیتلر که دستور کشتار وطن پرستان و کشتار یهودی ها و کشتن کمونیست ها و اینها داده بود رفته رفته سبب شد که عرض میکنم که مردم روسیه متحد بشود و عرض میکنم که اون سخنرانی های مشهور استالین در باب نبرد بزرگ میهنی را ما به خاطر داریم و این است که فقط 3 میلیون نفر سرباز به اسارت گرفته بودن آلمان ها از روس ها. چجوری نم نگهداری میکردن 3 میلیون کمی؟ بردی کشیده بودن و در اردوگاه ها نگهداری میکردن به اینها و در 2 حمله یکی در کیف یکی در جنوب موسکو در حمله اول 625 هزار نفر سرباز، در حمله بعدی گازنبولی با قدما 625 هزار و در حمله دوم 650 هزار اسیر گرفتن. و عجب اون که حالا اشاره فرمودید در مثلا نبرد استالینگراد 30 هزار روسی یونیفرم آلمانی به تن داشتن و با روسا جنگ می‌کردن. این است که نبردهای سخت و سختی شد، کسانی که در سرما مردن، کسانی که کشته شدن، کسانی که خود روس‌ها کشتن، در واقع بیشتر از 30 هزار تا 5 هزار نفر رو روسی و خود روس‌ها از ارتش خود اینا اعدام می‌کردن به جور بی‌انضباطی و سستی. این است که وقتی ما آمارها رو نگاه بکنیم تعداد تلفات روس‌ها رو تا 29 میلیون نفر از 22 میلیون تا 29 میلیون نوشتن که اینها فکر کنم بر اثر همین جنگ آلمان و اون ارتشی که هیتلر فرستاد اینها جان خودشون رو بیچاره از دست دادن. اما برای هم قریب 60 میلیون نفر است. همه آمارا همه جا هست، احتیاجی به مباحثه و اینها نیست. شما همتر از ما میتونن مراجعه بکنن به هر سبب که تلفات جنگ دوم در همه سایت ها خواهند دید که هر کشوری چه میزان کشته داده. این است که بله این خونین ترین بود متاسفانه و شانس جهان این بود است که هیتلر جنگ رو آغاز کرد و اگر صبر کرده بود یک سال حداقل یک سال و نیم صبر کرده بود با توجه به اینکه نیروهای موشکیش هم داشت تکمیل میشد و در واقع این موشک‌هایی که ما عرض می‌کنم که در آمریکا می‌بینیم امروز و در شوروی اینا رو مهندسان آلمانی و طرح‌های آلمانی نه کشور شوروی و نه کشور آمریکا اساساً اینا در اندیشه چیزی به نام موشک نبودن. اینا بیشتر رو هوا کار می‌کردن و همچنین علم اتمی با توجه به دانشمندان نابغه‌ای که آلمان داشت در روزگار و آلمان در حقیقت مرکز علم فیزیک و ریاضی و علوم عقلی بود، این است که اگر یک سال و نیم بیشتر از جنگ آغاز میکرد احتمالا هم موشک های دوربرد داشت و هم بمب های اتمی و خدا میداند سرنوشت جهان چه میشد. حالا تصور فرمایید هیتلر رو عرض کنم به وجهی که ما میشناسیم، حالا بمب های اتمی هم داشته باشه، موشک هم داشته باشه، هواپیماهای دوربرد هم میداشت، واقعا کل جهان رو تهدید میکرد، یعنی نسل بشر رو تهدید میکرد با همین سلاحهای متعارف. عرض میکنن که 3 میلیون انسان کشته شده آقای مهندس مشیری. دست بگیم دو وقتی بردم دو همه آقای مهندس مشیری، عرض کنم که حال که ماجرای حمله به روسیه رو با این ابعاد و زوایایی که داشته به اختصار تشریح فرمودید، من به یاد این قضیه افتادم که امروزه هم بسیارن کسانی که میگویند اگر آمریکا به ایران هر گونه حمله بکنه، چه حمله هوایی چه زمینی چه هر دو، این موجب قدرتگیری رژیم میشه. به حال تعمق در این رویداد تاریخی خیلی مهمه، چون در مورد روسیه هم همونجور که گفتی ویکتر میگفت با یک لگد این بنا فرو میریزه، ولی عملا یه جوری شد که همون مخالفان سرسخت استالین به حمایت از او و حزب کمونیست و حاکمیت آن زمان شوروی برخواستن و رژیم رو نگه داشتن. اسمش هم شد جنگ میهنی. آره جنگ میهنی. از سبت که برای درست فرمایی ببینید، البته فراموش نکنید وضعیت روسیه و مردم روسیه و عرض میکنم که سیستم اون روزگار رو تا
آخوندها نباید دیاز کرد. بله البته دو رشته یعنی تو مجموعه شرایط هیچ وقت با هم نمیخونن. بله بله درست فرمایید. اصولا ارز کنم که وقتی کشور وقتی این رژیم های فاشیستی دیکتاتوری به بن‌بست میرسن معمولا جنگ یک راه برون رفت در مشکلات بوده، به جهت اون که به مرز این کشور مورد حمله قرار به طرف اجنبی مردم به طور طبیعی پشت سر رهبر هر کس که بوده جمع شدن، در این شکلی نیست. اما هر شبت که تاریخ ما جزی گزارش کرده های ماری، یعنی تاریخ ما به وقتی بوده است که به واسطه بزرگی کشور و اینکه ایران عرض میکنم متشکل از قبایل مختلف بوده و اینها با هم ارتباطات نداشتن و اینکه موضوع میهن به وقتی که ما امروز بشناسیم مطرح نبوده در روزگار، این است که وقتی یک رژیمی به قدرت میرسید تا مدتی جوابگوی نیازهای مردم میبود و مردم خوشحال بودن، اما هر که بر عمر رژیم افزون میشد و اقتصاد او هم افزون میشد و رفته رفته مردم عرض میکنم تن میزدن از پشتیبانی رژیم و این تشکل رو نداشتن که خود قیام بکنن علیه رژیم، این است که منتظر میشدن تا یک نیروی خارجی حمله بکنن و همون مصداق عرض میکنم که سخن اخوان سالس که بله نادری پیدا نخواهد شد دریست کاش که اسکندر پیدا شدن، این حقیقت تاریخ ما بوده. آقای مول این است که ما تعجب نکنیم به چه سهولتی اسکندر با 10,000 یا 20,000 مقدونی آمد و به چه راحتی امپراتوری رو گرفته، اصلا مقاومتی نشده مقابل اسکندر. سهل است که در مصر از کنم که گل بردن مردم برای اسکندر چون بیزار شده بودن از قضایا، و در باب از کنم حمله عرب هم هر چی میکشتن ایرانیان تعداد اونها اضافه میشه به جنگ، خود ایرانیان مسلمان میشه و به جنگ میکردن و این سلمان فارسی یک نمونه از هزارها سلمان فارسی بوده. و از کنم در همین اواخر در روزگار صفوی هر چه باید که کمک میکردن مردم ایران به محمود اشرف و اینا، این است که وضعیت ما کاملا فرق میکنه متاسفانه بدین وجه بوده. و این که میگویند توسط صدر رژیم جمع میشوند صحیح هست، اگر این حملات یک حملات سرجیکال باشه به قول امروزی ها پراکنده فقط به تاسیسات اتمی باشد اینها بله، اما اگر که عرض کنم که خدا را کرده دامنه جنگ گسترش پیدا بکنه و عرض کنم که هدف جراحی باشه و هدف جراحی باشه بله، و اون کاملا بنده فکر میکنم که خطر در راه متاسفانه، مگر اینکه این آخوندها مثل امام که جام زهرنوشید آخرین لحظه خواب میبینن به اینا، اما اگر بر همین روال پیش برون و به طبل جنگ بکوبن، کما اینکه تا دیروز آقای احمدی نژاد سخن از جنگ میکرد، جنگ که خیر سخن از عرض میکنم که کمال دادن به این تکنولوژی اتمی اینا، بنده فکر میکنم خطر در راه هست و تعداد زیادی از کاروندان اطلاعات رژیم با نام و نشان که البته حالا بنده فکر میکنم موضوعی داشته باشد که بنده نام اینها رو اعلام بکنم چون دوست ما به بنده گفتن، اینها در اختیار آمریکایی هستن و همه اسرار این رژیم رو عرض کنم که با از طرح ساختمان ها حتی و شکل ساختمان ها و اون چه این رژیم دارد اینها در اختیار نیروهای اطلاعاتی گذاشتن و اگر اینها بدین و از پیشران خدا را کرده جنگ در راه است و خدا میداند اگر جنگ شروع بشود پایان آن چه خواهد بود. این است که متاسفانه اینها کشور رو در معرض خطر جدی هم با همین دیوانگی ها قرار دادن. آقای مهدی متاسفانه. خب آقای مهدی هفته پیش به کجا رسیدین؟ قربان هر هفته از عمه با بزرگتر هر هفته بودشه اشاره کرده قربان به از طبعه که نبرد بریتانیا و عملیات شیر دریایی که چگونه نیروهای آلمانی بعد از اینکه نیروهای فرانسه رو از بین برداشتن خیلی به سرعت، بعد موضوع انگلیس پیش آمد و جنگ بریتانیا. اینجا مسائل خیلی جذاب و جالبی هست که البته متاسفانه وقت نیست بمب پردازیم، اما به هر صورت اشارتی میکنیم به این داستان که چگونه همه جهانیان تصورشون بر این بود که به زودی انگلستان تسلیم خواهد شد و روحیه مردم انگلیس
هم خیلی خوب نبود البته، اما عرض کنم که در اونجا چرچیل وجود داشت، ایستاده بود و میگفت ما در مقابل زور تسلیم نخواهیم شد و دموکراسی در مقابل فاشیست اگر سر هم بکند جهان زیر سیطره فاشیست خواهد رفت. و این به همین دلیل است که عرض میکنم که آقای وینستون چرچیل محبوب ترین بریتانیا های تاریخ است از شکسپیر. آها به این رسیده بودین هفته پیش. آه؟ هفته پیش به اینجا خط شد که گفتید محبوب ترین چرچیل است. بله محبوب ترین بریتانیا های قربان چرچیل است، حتی از شکسپیر و نیوتن اینا همه بسیار بسیار بالاتر و محبوب تر هست به واسطه شخصیتی که این مرد نشان داد. و این سخن عرض میکنم شیرین فارسی که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری، حقیقتا این چرچیل در اون دقایق هولناک تاریخ که انگلستان تنها بود یک جزیره و زیر عرض میکنم که چتر قدرت هولناکی مثل هیتلر و ارتش آلمان، اون شخصیت خارق العاده از خود نشان داد و عرض میکنم که در پایان او برنده جنگ شناخته شد. این است که انگلیس ها بسیار علاقمند است. یکی از مواردی که چرچیل در کتابش تفصیل نوشته میگوید وقتی فرانسه سقوط کرد و اون گراند آرمی بزرگ از میان رفت، همه گمان میکردن کار ما هم تمام شده، شما چیزی واقعا نداشتید و ما میبایستی یک کاری انجام میدادیم که روحیه سازی کنیم که بدانن ما جدی هستیم در این مقاومتی که از آن نام میبریم. این فقط یک صحبت نیست و در اینجاست که موضوع نیروی دریایی فرانسه پیش آمده. نیروی دریایی فرانسه قربان چهارمین نیروی دریایی جهان بود که در اطراف جهان عرض میکنم اینها بازوهای استعمار اروپاییان این نیروهای دریایی بوده و این سنت البته از ایتالیایی ها و اسپانیایی ها و پرتغالی ها آغاز شده بود، اما در دو قرن گذشته خداوند دریاها و صاحب اختیار دریاها البته کشور انگلیس بود که نیروی دریایی ممتازی داشت، قوی‌ترین نیروی دریایی. و دوم و سوم کیا بودن آقای مهندس؟ دومین و سومین کیا بودن؟ عرض می‌کنم که در اون روزگار آمریکا هم خیلی چیزی نبود، میشود گفت که کشور از بعد که اگر بخوایم به دقت اسمشون بگیم اونا هم قدرت‌های اروپایی بودن. حالا مقامشون رو بخوام کی دوم بود کی سوم اینو باید که به تعداد کشتی ها نگاه کنیم، اما به طور قطع آمریکا جز این قدرت ها به حساب نمی آمد. ژاپن یکی از این قدرت های بزرگ بود، البته فراموش نکنیم روسیه مقتدر بود، انگلیس و فرانسه. این است که حالا ترتیب اینها چگونه است، باید به تعداد کشتی ها نگاه کنیم و نیروها اما به ضرب قاطع انگلستان اول بوده و فرانسه چهارم بود و این کشتی ها که بود وحشت چرچیل و سیاستکاران انگلیس این بود که اگر این کشتی های فرانسه به دست آلمان ها بیفتد نیروی دریایی بسیار بزرگ خواهند داشت و اینها عرض کنم که معادله را گرچه باز هم به هم نمیزد ولی بسیار بسیار خطرناک بود. این هست که اون کابینه جنگ نشستند که چه بکنند با این ماجرا و چرچیل بگوید من تصمیم گرفتن که ما پیغام بدهیم و اینجا ذکر خیلی کرده است از یک دریا سالار که پدر پدر بزرگش در جنگ ترافالگار کشته شده است در همون نبرد با اون عرض بکنم که جنرال واحد العین انگلیسی نلسون که هنوز هم مشهورترین دریا سالار جهان هست. میگوید این مرد وضع بزرگی بود و از او هرشنوی داشتن و اگر او میماند میتواند کمک های شایسته بکند و جنگ خوبی بکند با آلمان ها و وقتی که و میگوید که او مثل دوگل نبود که فقط یک قلب نیرومند داشت و چیزی در دست نداشت. این دریا سالار مردی بود که همه عرض میکنم مباب جمعی دریای فرانسه از او هرشنوی داشتن، اما او رو کشتن به هر صورت بدون سردار ماندن و بعد طرح کشور انگلستان این شد که پیشنهاد بده هست به کشور به دریا سالاران و افسران فرانسوی که شما در وضعیت گرسی تعداد خدمه خود رو کم بکنید، در کنار کشتی های انگلیسی بیایید در بنادر ما لنگر بیندازید، در پایان جنگ ما به شما قول میدهیم که شما رو فرانسه بازگردانید چه نشنان بکنید و از این صحبت ها که شما به دست آلمان ها نیفتید
اما عرض میکنم افسران فرانسوی زیر بار این قضیه نمیرفتن و اینجاست که یکی از سخت‌ترین تصمیمات رو این آقای چرچیل گرفته است. یعنی این بسیار حادثه غم‌انگیزی برای افسران انگلیسی بوده، برای خود چرچیل هم بسیار غم‌انگیز بوده. اینها گفتن که اگر افسران فرانسوی قبول نکنن، ما مجبور هستیم اینها را غرق بکنیم و این برای افسران نیروی دریای انگلیس هم بسیار کار سختی بوده، چون اینها با هم رفیق بودن، هم پیمان بودن. عرض کنم که وضعیت نابسامان شده بود که اینها مجبور بودن توپانهای خود رو عرض میکنم که به روی رفقاشون آتش کنن. این هست که دستور دارن که یا شما قبول بکنید یا اینها رو در اختیار ما بگذارید یا اینکه این کشتی ها رو غرق بکنید، و اگر هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفتن، دستور صریح چرچیل بود که عرض کنم که نیروی دریایی فرانسه رو از جنگ غرق بکنن. این است که این یکی از حوادث عظیم عجیب بود است در اون روزگار و این کار رو انجام دادن و تعدادی از اینها البته گریختن و پناه گرفتن به بعض بنادر، اما بسیاری بخش اعظم این نیروی دریایی فرانسه رو انگلیس ها غرق کردن. و وقتی این کار انجام شد، جهانیان دانستند که رهبری انگلستان در کار خود جدی است و این یک روحیه سازی شد. عرض میکنم در داخل انگلستان کسانی که رهبری جنگ را گرفتند مردمان جدی هستند که میتوانند تصمیمات قاطع و عاجل بگیرند در ارتباط با قضایای مهم. این یکی از بقایای بزرگی بوده است که من بهش اشاره نکردم، لازم آمد به این اشاره بکنیم و بعد هفته آینده هم دنباله مطلب رو و موردی چند هست عرض میکنم در ارتباط با تصمیمات چرچیل و چرا به وقت هیتلر و اینکه چرا حمله به انگلستان از طریق عرض میکنم که نیروی هوایی شد و نبرد بریتانیا سرنوشت چه شد. خیلی شورانگیز این داستان بود. احمد خیلی ممنونم، خسته نباشید. درود بر شما قربان، درود به هموطنان. شما درباره چی سخنرانی خواهید داشت فرمودین؟ عرض میکنم این نقش روشنفکر هست در این تاریخ گذشته ما در واقع بحث خیلی مفصل شدنی است و فکر میکنم به دو سمینار نیاز باشد برای اینکه حتی مطلب ادا بشود، اما ببینیم چه میکنیم. اما عنوانش هست نقش روشنفکر در عرض میکنم تاریخ ایران بعد از حمله عرب بودم. خیلی ممنونم از شما مهندس. روز بر شما قربان. تا هفته آینده. هفته آینده هستیم دیگه. آره بله حتما. شب روزتون خوش. شب روزتون خوش.